من بسیار نگران هستم برای اینکه وقتی انباشت تورم در چند سال متوالی ادامه پیدا میکنه، آحاد جامعه رو به این مسئله میرسونه که به طور قطع ارزش پولشون کاهش پیدا کرد. این به ویژه اگر روی اعتبار شبه پول در نظام بانکی تأثیر بگذاره، لاجرم به تخلیه شبه پول میرسه. به نظرم میرسه که شاید سیاستگزار اینقدر جدی پیام رو دریافت نکردند. یعنی برداشت سیاستگزار این هست که همین شرایط 52 سال ادامه پیدا کرده و وضعیت باقی مونده. حالا مسئله خیلی هم حاد نبوده. مثلا زمانی نرخ تورم کاهش پیدا کرده به 8% هم رسیده، یه زمانی رفته بالا 30% 40% شده. حالا چه تفاوتی داره؟ وقتی نرخ تورم کاهش پیدا کرده، یک سری افراد جامعه ضرر کردند، یک سری افراد جامعه منتفع شدند. وقتی نرخ ارز بالا رفته، یک سری افراد دیگری، یا وقتی نرخ تورم بالا رفته، یک سری افراد دیگری منتفع شدند. دقت می‌فرمایید، سیاستگزار اینطور داره می‌بینه. من بسیار نگران هستم. چرا؟ برای اینکه وقتی انباشت تورم در چند سال متوالی ادامه پیدا میکنه، این آحاد جامعه رو به این مسئله میرسونه که به طور قطع ارزش پولشون کاهش پیدا کرده. این به ویژه اگر روی اعتبار شبه پول در نظام بانکی تأثیر بگذاره، لاجرم به تخلیه شبه پول میرسه. من برای مخاطب این توضیح بدم که منظور شما از شبه پول، پولهایی که معمولا تو بانک به صورت سپرده بیشتر میمونه، مثل سپرده های بلند مدت. بله بله، البته خیلی ممنونم که اینو مطرح کردید، چون برخی از عزیزان اخیرا یک تعریف دیگری از شبه پول ارائه دادن. مثلا انباشت سکه و طلا و ارز رو در نزد افراد تحت عنوان شبه پول مطرح کردن. این نیست. شبه پول منظورمون سپرده های که سود پرداخت میکنن، سپرده های میان مدت و بلند مدتی هستن که داخل نظام بانکی قرار دارن. در سال 1397 88% کل نقدینگی ما شبه پول بوده. در همون سال ونزوئلا صفر بوده. دقت میفرمایید، ما این همه گرفتاری که پیدا کردیم به دو دلیله. یکی این که رشد پای پولی و رشد نقدینگی در این سالها ادامه پیدا کرده و رشد کرده، بالاتر رفته این نرخ رشد. مسئله دیگر این است که بخشی از شبه پول به پول تبدیل شده. الان من آمار دقیق ندارم، ولی شاید 75% نقدینگی شبه پول باشه، 25% پول باشه. ببینید، این که من صحبتم این هست که این مسیری که داره جلو میره رو ما تجربه کردیم. ما 4200 رو داشتیم، قیمت ارزمون رسیده به 20 تومن. دقت میفرمایید، الان 28500 رو داریم، همون مسئله داره تکرار میشه. در آینده بین 28500 و چه نرخی ما باید تعادل و توازن ایجاد کنیم. یک نکته رو فقط خدمتتون عرض کنم که یک اتفاق خیلی مبارکی در کشور افتاد. مردم عزیز ما متوجه نشدند که چه خطر بزرگی سال گذشته از بیخ گوش مردم ایران گذشت. در سال گذشته نرخ ارز 4200 حذف شد. شما میدونید این ارز 4200 از کجا تامین میکردیم؟ ما در بازار آزاد، به نرخ آزاد، به نرخ نیمایی در واقع ارز و دولت خریداری میکرد، 4200 تخصیص میداد. از کجا؟ لاجرم از محل پای پولی، از محل پول پرقدرت بانک مرکزی. مکانیسم های اینطوری ممکنه کشور رو به ابر تورم بکشاند. بله بله، من فکر کنم جواب سریع از شما شنیدم که شما این نگرانی رو دارین که اگر اون سناریو اجرا بشه ممکنه ما تورم های بسیار بزرگی داشته باشیم، خیلی متفاوت با تورم هایی که در گذشته داشتیم.